فیلم دانه انجیر معابد از محمد رسولوف و حاشیه هایی که در هفته های پسین این فیلم به پا کرد، اینجا در کن یک بار دیگر سر و صداهای سانسور حاکم بر سینماگران در ایران را بالا کرده است. فیلمسازان مستقل تبعیدی ایران که در جشنواره امسال کن حضور یافتند میگویند هدفشان از حضور در این جشنواره شکستن همین سانسور و سرکوب است. در همین مورد گفتگوی داشتم با مهشید زمانی از منتقدان فیلم ساکن آمریکا و عضو کانون فیلمسازان مستقل ایران و از او پرسیدم که فیلمسازان و انجمنهای کوچک تبعیدی ایران به ویژه کانون فیلمسازان مستقل ایران در جشنواره کن به دنبال چه است؟ آمدیم اینجا که فیلم‌هایی رو حمایت بکنیم که در واقع علارغم سانسوری که در ایران وجود داره دارن تلاش میکنن تصویر واقعی از مشخصا زنان و ایرانیان به دست بدن. و امسال هم ما در واقع دو تا نمایش فیلم داریم که یکیشون فرداست روز شنبه یک فیلم بلند ساخته فرهاد ویلکیجی درباره یک روشنفکر معترضه که مجبور میشه به دلایل سختی شرایط مالی و غیره و احساسی بره به یک منطقه دور افتاده و اونجا سعی میکنه کتاب جدیدش رو بنویسه با همسر و دخترش. بنابراین این فیلم از فیلم‌هاییست که به هر حال سعی میکنه تصویری واقعی از روشنفکر ایرانی به دست بده، برخلاف اون چیزی که معمولاً فیلم‌هایی که مجبورن یا به اصطلاح دنبال روی قوانین دولتی هستن نمایش میدن از روشنفکر ایرانی. نمایش دیگه‌ای که داریم روز یک شنبه سه تا فیلم کوتاه داریم که هر سه فیلم کوتاه موضوعش زن زندگی آزادی به نوعی یا تحت تاثیر اونها ساخته شده یا مشخصا به اون جنبش اشاره داره. یکی از این فیلم‌ها در ایران به شکل زیرزمینی ساخته شده و دو تای دیگه در کانادا ساخته شدن و حدود 20 دقیقه هر کدوم از این فیلم‌ها هستن. امیدواریم که این فیلم‌ها وقتی به نمایش در میان علاوه بر اینکه آگاهی بدیم در مورد اتفاقات ایران، در مورد باز دلم میخواد روی این تاکید بکنم تصاویری که در واقع سعی میکنن سانسور رو شکست بدن، از فیلمسازانی حمایت بکنیم که میخوان صدای مردم ایران باشن. این هدف اصلی در واقع ایفماست، کانون فیلمسازان مستقل ایرانه، که بتونیم فیلمسازانی رو که نیاز به حمایت دارن چه در داخل ایران و چه در خارج ایران. فیلمسازان مستقل ایرانی همطور که میدونید سال هاست که الان در تبعیدهای خودخواسته به سر میبرن یا بعضی وقتا تبعیدهای خودخواسته هم نیست، اجباریست، اونها هم احتیاج به حمایت دارن و بنابراین امیدواریم بتونیم در طول این چند روزی که اینجا هستیم از این فیلمسازان حمایت بکنیم، اتفاقات خوبی برای فیلمشون بیفته و بتونن پخش کننده پیدا بکنن و صدای مردم ایران بتونه بیشتر اکو پیدا بکنه در جهان. شما حرف از سانسور در داخل ایران زدین، میخواستم بپرسم که حضورتان در جشنواره کن تا چند اندازه میتونه کمک بکنه شما را برای رسیدن به هدفی که اول رسیدن به هدفی که دنبال میکنین و بعد برای تقویت جایگاه سینمای ایرانی در تبعید؟ خیلی سوال درستیه، ممنون. ببینید خب وقتی که شما این فرصت رو میدید به مخاطبان بین المللی که فیلم هایی رو ببینن که این فیلم ها قوانین سانسور رو زیر پا گذاشتن و بدون ترس بدون درخواست مجوز ساخته شدن، به مخاطب دارید تصویری رو ارائه میدید که تا به حال ندیده از ایران. و این در مهمترین برحال کن همونطور که خودتون میدونین مهمترین جشنواره جهانه و خب اتفاق بزرگی است که ما بتونیم اینجا فیلم های مستقلی رو به نمایش در بیاریم که سانسور رو زیر پا گذاشتن و نترسیدن و شجاعانه آمدن و این تصاویر واقعی رو ارائه کردن. وقتی میگم واقعی میخوام مشخصا بگم که منظورم از مستند نیست، منظورم اینه که تصویر نمایندگی میکنه به درستی مردم ایران رو و زنان ایران رو و کن جایگاه بسیار مناسبیه برای نمایش چنین فیلم هایی. همونطور که گفتم امیدوارم این فیلم ها به جشنواره ها برن و در بخش های مسابقه یا غیره شرکت بکنن. حضور پارسال در کن خب خیلی موفقیت آمیز بود، فیلم هایی که اینجا به نمایش در اومد به جشنواره های مختلف رفتن، امیدوارم امسال هم این اتفاق بیفته. مهازا تونستیم با این استقلالی که داریم بدون وابستگی سیاسی به هیچ نوع جریان سیاسی فکر میکنم که تونستیم موفق باشیم، ولی خب طبیعتا همیشه به قول امریکایی
فضا برای پیشرفت و بهتر شدن وجود داره و ما هم امیدواریم بهتر بشیم. فیلمی را که ازش حرف زدین و قرار است که فردا به نمایش گذاشته شود اینجا در کن، فکر کنم عکسش همین هست. بله. میخواستم بپرسم انتظارتان از این فیلم چی هست؟ انتظار دارین بعد از پخش این فیلم چه نوع بازخوردی برای شما داشته باشه؟ بازخورد ما امیدواریم برای فیلمساز باشه، یعنی ایفما اینجاست که حمایت بکنه از فیلمسازها. امیدواریم که فیلم بتونه پخش کننده پیدا بکنه، امیدواریم بتونه به فستیوال‌های جهانی بره و مهمتر از اون امیدواریم اون چند نفری که حضور پیدا خواهند کرد در به اصطلاح نمایش فیلم بازار فیلم از فیلم خوششون بیاد. خب طبعا فیلم برای مخاطب ساخته میشه و بتونن در واقع این نوع ایران رو و این نوع آدم‌هایی رو که کمتر راجبشون حرف زده شده این سال‌ها رو ببینن و بشناسن و این شخصیت. ببینید خب ما این سال‌ها شما میدونید در این 4-5 دهه گذشته روشنفکران اینا وضعیت بسیار وحشتناکی داشتن. الان پشت سر شما 2 تا فیلمساز ایرانی هستن که کشته شدن و خب خیلی دردناکه و اصلا معلوم نیست چی شد، چه جوری کشته شدن. فیلمی مثل فیلم ژرفنای شب که فردا به نمایش در میاد، همونطور که اشاره کردید، به این نوع روشنفکرها اشاره میکنه، روشنفکرهایی که معترضن و زندگیشون نابود میشه و اصلا معلوم نمیشه چه شد. امیدوارم این فیلم بتونه این پیام رو به مردم دنیا برسونه که تصاویری در ایران هست، زندگی هایی در ایران مردم میکنن و نابود میشه این زندگی ها که دنیا خیلی فرصت پیدا نمیکنه ببینتشون یا فرصت پیدا نکرده. به نظر میرسه بعد از جنبش زن زندگی آزادی فیلمسازان اونقدر تحت تاثیر قرار گرفتن که دارن سعی میکنن این صدا رو به گوش همه برسونن، برای اینکه جنبش بسیار جنبش اصیلی بوده و به نظر میرسه تاثیرگذاریش هم اصیل بوده باشه. خیلی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادی و براتون فستیوال خوبی آرزومند هستم. متشکرم، خیلی ممنون.